دوستان عزیزی که گرگای وال استریت هم بحث پردازشی برسه، من میخوان لپتاپ بخرن، اگر آنالیزم میخواین یا تبلت بخرن، به جز ترید بعضی هستن میان میخرن و میفروشن و اصلا کلا به شین بی‌نهایت متصلن و دیگه سرمایه‌داری زیاد دنبال لپتاپ گرون نرید، لپتاپش هم اولوش پول بذارن و حالا بچه آمارم یه جورایی میشه آورد تو این دسته قرار داد. حد کنن که شارژ دهی بالایی داشته باشه. 24 ساعت بعد 7 روز هفته ترید بکن. چرا با تبلت با گوشی کار نمیکنن؟ همه رو یهویی زیر نظر داشته باشن، بازار رو بگیرن دستشون، نمیشه و تقریبا 7-8 اینچی رو انتخاب بکنن. دیگه رو اونها از دست دادن. به نام خدا. سلام، من علیرضا جعفری، اینجا کالاگو، شما هم که طبق روال همیشه خیلی خوش اومدید. تا اول ویدیو یادم نرفته، هر سوالی در حوزه‌های مختلف دارید و میخواهید به اونها پاسخ داده بشه، میتونید داخل کامنت، دایرکت و جاهای مختلف بپرسید و اگر از ویدیوهای ما خوشتون اومده، چه در داخل یوتیوب چه در داخل اینستاگرام، اون دوتا زنگوله رو بزنید که اگر ویدیو جدیدی اومد شما هم بتونید اون رو ببینید و حلش رو ببرید و به بقیه هم برسونیدش. بریم ادامه ویدیو. بریم شروع بکنیم ویدیو رو برای رفقایی که میخواهند ترید بکنن، حالا در هر حوزه‌ای، و ببینیم که لپتاپ‌های مورد نظرشون و تبلت‌های مورد نظر این دوستان چه خواهد بود. تبلت هم به اینا اضافه شد. در بحث لپتاپی ببینید بحث ترید و فرآیند ترید و نرم افزارهای آنالیز، اگر بخوایم از نرم افزار آنالیز هم حساب بکنیم، تهش میخواد به یک بحث پردازشی برسه و چیزی ماورای اون نباید از لپتاپ انتظار داشته باشیم، یعنی یه پردازنده تقریباً خوب که من بخوام بگم اگر آنالیزم میخواید انجام بدید، به جز ترید بعضی هستن میان میخرن و میفروشن و اصلا کلا رفقات به شین بی‌نهایت متصلن و کلا خودشون میدونن چجوری باید خرید و فروش کنن، اونا برای خرید و فروش میخوان فقط انجام بدن. خب اگه خرید و فروش یه CPU سلرون هم کارتون انجام میده و پنتیوم هم کارتون انجام میده، زیاد دنبال لپتاپ گرون نرید. لپتاپش هم اولوش 7-8 تومن، 7-8 تومن نگیم، 8-9 تومن به بالا شروع میشه، یعنی ارزون ترین لپتاپ بازار رو میتونید تهیه بکنید. ولی اگر برای کاری میخواید که آنالیز داشته باشید، دیتا بدید، دیتا رو آنالیز بکنید، به اصطلاحاً نرم افزار استاتیکی، حالا بچه آمارم یه جورایی میشه آورد تو این دسته قرار داد و کارهای آنالیز انجام بدید، پردازش داده انجام بدید، تقریبا یه CPU Core i5 مورد نیازتونه، یه 8 گیگ رم و فاقد کارت گرافیک، صفحه نمایش هم دل بخواید، دوست داشتید HD، دوست داشتید فول HD. میتونید لپتاپ‌های سبک انتخاب بکنید که خب چون دوستان در آن و برخط 24 ساعت بعد 7 روز هفته ترید بکنن، دیگه بتونن این برنامه ببرن و معمولا تریدرها لپتاپ‌هایی رو انتخاب میکنن که شارژ دهی بالایی داشته باشه. پس این نکته رو گوشه ذهنمون داشته باشیم. این بره کنار، بریم تو حوزه تبلت هم یه صحبتی بکنیم، چون خیلی از تریدرها با تبلت هم کار میکنن. چرا با تبلت با گوشی کار نمیکنن؟ گوشی صفحه نمایشش کوچیکه و رفقای عزیزمون چون میخوان دیگه همه 4 تا همه رو داشته باشن، این وره ببینن اون وره ببینن، همه رو یهویی زیر نظر داشته باشن، بازار رو بگیرن دستشون، نمیشه. به خاطر همین باید یه صفحه نمایش بزرگی داشته باشن و تبلت کارشون رو راه میندازه. سامسونگ های سری A، هاوی، خدمت شما عرض شود که سری میت بوک و پارسال هم یه سری تی داشت، یادم نیست دقیق مدلش چیه، که مال پارسال بود، خیلی دم آموزش مجازی فروش خوبی داشت توی بازار. در هر حال میگم زیاد باز اون هم اگر فقط بحثتون خرید و فروشه، پروسس قوی نمیخواد، نرم افزار آنالیز هست برای نسخه های مختلف تبلت های اندرویدی، iOS کمتره طبعا، ولی خب من زیاد روی این دوتا که مثلا بگیم که آقا مثلا تبلت رو بخوایم برای پردازش استفاده کنیم نیستم، که مثلا بخوای به تبلت 6 مثلا یا 7 سامسونگ رو بخوای بخرید یا S5 سامسونگ رو بخوای بخرید، یا تو رنج‌های مختلف قیمتی بالای 10 میلیون تومان تبلت بخوای هزینه کنی. به نظر من رفقایی که میخواهند برن سمت خرید و فروش، تبلت های لو پرایس و تقریبا 7 اینچی رو انتخاب بکنید. تبلت های سری S سامسونگ 10 اینچی هم و یه ذره اذیتتون میکنه، بزرگه این بنون بر بردنش دیگه خیلی بزرگه، یه چیزی بین این دوتا باید انتخاب بشه. امیدوارم این ویدیو مورد استفاده بچهای تریدر قرار گرفته باشه، چون خیلی از درباره ترید کردن پرسیده شده بود. خب اینم در رابطه با تریدرها و توضیحاتش رو فکر می‌کنم که مورد استفادهتون قرار بگیره. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لایکش کنید، اگر سوالی دارید تو کامنتش بپرسید. اگر هم حال می‌کنید که ویدیوهای ما رو ببینید، زنگوله داخل یوتیوب رو هم بزنید و در داخل این اینستاگرام هم که نوتیفایمون رو فعال کنید. خیلی مخلصیم، دم شما گرم.